بحران حکومتداری در افغانستان، احتمال برگزاری حکومت موقت، ناامنی ها، فقر و بیکاری، افزایش حملات انتحاری و قربانیان آن نشان می دهد که حکومت وحدت ملی افغانستان با بحران بزرگ مواجه است. بی اعتمادی مردم نسبت به حکومت و فاصله گرفتن مردم از حکومت به طور چشمگیر بالا رفته و رهبران این حکومت از تنفر زیاد نزد مردم برخوردارند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در 4 سال حکومت اشرف غنی و عبدالله 40,000 غیر نظامی کشته و زخمی شدند و 4 میلیون نفر در افغانستان نیاز فوری به کمک دارند. این آمار تکان دهنده و حاکی از ناکامی حکومت اشرف غنی است. در کنار این همه، هر روز مناطق از افغانستان به دست طالبان می افتد. جرایم جنایی به ویژه قتل و سرقت افزایش سرطانی یافته. جامعه جهانی نیز امید خود را نسبت به حکومت اشرف غنی از دست داده و به دنبال جایگزین آن است. افغانستان ژورنال از منابع معتبر آگاه شده است که جامعه جهانی به رهبران مخالفان گفته است که ما مجبوریم به خاطر مشروعیت نظام در افغانستان تا ختم این دوره اشرف غنی را تحمل کنیم. اما از جانب دیگر، مخالفان اشرف غنی بدون هیچ برنامه همروزه سرگردانند و هیچ نوع برنامه اساسی برای تغییر وضعیت جاری در افغانستان ندارند. آنها همچون گذشته بیشتر به دنبال منافع شخصی خودند. هیچ یک از این رهبران از توانایی بلند برای اداره کردن افغانستان برخوردار نیستند. با توجه به وضعیت جاری در افغانستان، آینده مبهم و نامعلوم در انتظار آن است. قربانیان اصلی وضعیت جاری مردم بی‌دفاع، فقیر و گیرمانده افغانستانند. خانواده های مقام های بلند دولتی به شمول اشرف غنی و عبدالله و دیگر رهبران سیاسی خارج از افغانستان زندگی می کنند. بنابراین آنها درد از دست دادن عزیزانشان را نمی دانند و اینجاست که بدبختی تنها دامنگیر مردم افغانستان است. رامش آرمان، افغانستان ژورنال. برای دیدن ویدیوها و گزارش‌های بیشتر ما، کانال یوتیوب افغانستان ژورنال را دنبال و سابسکرایب کنید.